وسایل رو بار موتور کردم و دارم کم کم راه میفتم. هوا هم بارونیه و داره بارون میگیره. بعد یکم بجنبم که برم به سمت جاده. سفر روسیه به طور عملی از همین الان شروع شد. هلند رو به مقصد روسیه ترک کردم. از هلند تا مسکو حدود 2600 کیلومتر راه داشتم. هوا هم بارونی بود و هم آفتابی. از شهر که خارج شدم آفتاب هم رفت و بارون شدید گرفت. قصدم این بود که یکسره به مسکو برم و فقط شبها برای خوابیدن جایی بمونم. مسیرم به این صورت بود: از آمستردام به سمت شرق و کشور آلمان رفتم، عرض آلمان رو تا مرز لهستان طی کردم و سپس وارد لهستان شدم. از غرب لهستان به شمال شرقی رفتم و وارد لیتوانی شدم، یکی از کشورهای بالتیک. بعد به سمت لتونی رفتم، یکی دیگر از کشورهای بالتیک، جایی که میبایست از اونجا وارد روسیه بشم. دلایلی که در این کشورها توقف نکردم و به قول معروف تخت گاز ازشون رد شدم این بودن که تمامی این کشورها رو چندین بار دیده بودم و آخرین بار تقریبا همین مسیر رو با دوچرخه رکاب زده بودم و در موردش برنامه هم درست کرده بودم که تمام اونها 2.5 سال پیش از شبکه من و تو پخش شدن. اگر قرار بود که توقف نکنم و جایی رو نبینم، پس چرا با هواپیما نرفتم؟ علتش این بود که میخواستم موتور سواری کنم. بعد از 2.5 روز و طی کردن بیش از 2000 کیلومتر به مرز روسیه رسیدم. ابتدا پلیس مرزی لتونی بود که باید مدارکم رو تحویلشون میدادم، مانند پاسپورت، گواهی نامه، کارت موتور و بیمه موتور در روسیه که ضروری است. در غیر این صورت پلیس مرزی اجازه خروج نمیده. مدارکم رو تحویل دادم و پلیس مرزی هم اونها رو کنترل و یادداشت کرد و اجازه پیدا کردم که از کشور لتونی و اتحادیه اروپا خارج و به سمت پلیس مرزی روسیه برم. برای بار اول بود که با موتور وارد روسیه می شدم. همیشه با دوچرخه وارد شده بودم و عبور از مرز بسیار آسون بوده، ولی این بار کاملا متفاوت خواهد بود. ابتدا می بایست یک فرم استانداردی رو پر کنم که سوالات شامل مشخصات فردی، منظور از سفر به روسیه و محل اقامت در روسیه بودن. بعدش هم یک خانم پلیس خوش اخلاق و خوشرو راهنماییم کرد که به کجا برم. در مقابل پلیس می بایست کلاه کاسکت رو در می آوردم و چون دوربینم روی کلاه بود، فیلمبرداری از اون منطقه ناتمام موند. بعد از حدود 1.5 ساعت کاغذ بازی اجازه ورود پیدا کردم و سپس از منطقه مرزی خارج شدم. حدود 1.5 ساعت طول کشید تا کارهای کاغذبازی انجام بشه، تا اینکه اجازه ورود بدن. هرچند که ویزا داشتم، ولی بالاخره چون با موتور سفر میکنم باید کلی کاغذ پر میکردم و 1.5 ساعت طول کشید و بالاخره وارد کشور روسیه شدم. و از اینجا تا مسکو حدود 650 کیلومتر راه هستش که باید حتما امشب به مسکو برسم. خوشبختانه هوا آفتابی و خشک بود و کیفیت جاده هم بسیار خوب و این لذت موتور سواری رو دوچندان می کرد. بعد از چند ساعت رانندگی به هومه مسکو رسیدم، بزرگترین شهر روسیه و دومین شهر پرجمعیت اروپا با جمعیتی نزدیک به 13 میلیون نفر. وارد شهر شده بودم، ولی می بایست کماکان مسیر طولانی رو طی کنم تا که به مرکز شهر و جایی که هتل رزرو کرده بودم برسم. ذوق و شوق زیادی داشتم و دوست داشتم که هر چه زودتر با این شهر بیشتر
آشنا بشم، ولی ابتدا میبایست کمی استراحت کنم تا که خستگی 3 روز موتور سواری از تنم بیاد بیرون.